من سال 50 که از ایران رفتم بیرون، سال 70 برگشتم. 20 سال 37 کشور جهان دیدم. سلام، من سحر هستم، اینجا پرشین فوربس. امروز میخوام براتون راجع به خلیل عقاب، پدر سیرک ایران بگم. لطفا با ما همراه باشین. قبل از هر چیز دکمه لایک رو بکوبید و ما رو سابسکرایب کنید. دکمه زنگوله کنارش هم بزنید که زودتر از بقیه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشین. خلیل طریقت پیما، معروف به خلیل عقاب، در 1 فروردین سال 1303 در شیراز متولد شد. پدرش اهل استان فارس و کشاورز بود. اون از کودکی به ورزش‌های باستانی علاقه زیادی داشت و از 14 سالگی به صورت جدی ورزش‌های باستانی رو آغاز کرد. از همون اول تو میل گرفتن و بلند کردن میل‌های سنگین استعداد خیلی زیادی داشت. توی 30 سالگی وزنه 450 کیلویی رو با دندونش بلند کرد که این رکورد تو کتاب رکوردهای گینس ثبت شد. اون بین سالهای 1330 تا 1350 نمایش‌های خودش رو تو خیلی از شهرهای ایران اجرا کرد. بلند کردن وزنه‌های بسیار سنگین، خوابیدن زیر کامیون و اتوبوس، خم کردن تیراهن و غیره از جمله این نمایش‌ها بود. اون اولین برگزار کننده نمایش‌های پهلوانی با بلیط فروشی بود. همچنین اولین کسی بود که از هندوستان شیر و خرس به ایران آورد و اونها رو تربیت کرد و روی صحنه برد. خلیل در سال 1350 به دعوت سیرک فاست به ایرلند مهاجرت کرد. بعد از اون به سیرک جری کاتل انگلستان رفت. توی این سیرک موفق به بلند کردن فیل 1408 کیلویی شد. خلیل عقاب در این مورد میگه اون زمان 50 ساله بودم و در مدت 4 سالی که در انگلستان اقامت داشتم شبی 2 بار این فیل رو بلند میکردم. بعد از انگلستان به سیرک دریکستاون ایتالیا رفت و در ادامه فعالیت‌هاش تو بیش از 37 کشور جهان به اجرای نمایش‌های پهلوانی پرداخت. در زمان حضور سید محمد خاتمی در وزارت ارشاد از اون دعوت شد تا با اندوخته تجربیاتش از سیرک‌های جهان این شاخه نمایش رو به ایران بیاره و تبدیل به پدر سیرک ایران بشه. اون در سال 1370 به ایران برگشت و از همون موقع سیرکی رو در ایران افتتاح کرد. سیرکی که خلیل عقاب به همراه همسر شهلا اشکبوس برای اولین بار در ایران افتتاح کردند و توی اون سیرک 60 هنرمند از ایتالیا، رومانی، پرتغال و بسیاری از شهرها و کشورهای دیگه دنیا به اجرای نمایش پرداختند. تو این برنامه همسر و 2 فرزندش به نامهای شهرزاد و ابراهیم اون رو همراهی می کردن. شهلا اشکبوز که به بانوی سیرک ایران مشهوره، مدت 18 سال مدیریت سیرک خلیل عقاب رو عهده‌دار بود. اون در اسفند 1387 توی سفر کاری با تیم ایتالیایی خودش در یک سانحه رانندگی درگذشت. خلیل عقاب تو چند فیلم سینمایی هم با بازیگرانی مثل محمد علی فردین، جمشید مشایخی، گوگوش، لیلا فروهر، علی زندی و غیره هم بازی شده. متاسفانه تو چند سال اخیر زندگی روی خوشش رو به خلیل عقاب نشون نداده و بعد از اینکه از کانکس‌های بوستان ولایت که چند سالی توی اونها زندگی می‌کرد بیرونش کردن، به زادگاهش روستای انجیره از توابع بخش مرکزی شیراز برگشته و توی پارکینگ خونه قدیمی که متعلق به یکی از خیرخواهان شیرازیه زندگی تازه‌ای رو شروع کرده.
مرسی که تا اینجا همراه ما بودین. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه برامون بنویسین. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدین، ممنون میشیم که با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.